سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آرزوی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده باشید. دروای سوزوزی استاد حسینی هستم. خب آقای حسینی بریم. بله. ما دیگه از بعد با آقای سوزوزی صحبت کنیم. استاد خدمتتون عرض کنم که بحثی که دارین امروز، خداوند عذرات انبیا را فرستاد برای اینکه ذات خودش رو بشناساند، خودش را به مخلوق بشناساند، و تا مادامی که انبیا معرف حضرت رب العالمین نشدند خداوند ناشناخته بود و انبیا خدا را به مردم معرفی کردند. و که باورم این نیست که ممکن است اون چی که دارم میگم حتما همین باشه. دا میخوام اگر نقصی در چیزم هست شما رفع کنید و اگر به باور همین است تاییدش کنید. بله، معرفی شدن درست. بله، چون در شناخت خدا دچار انحراف شده بودن، همون بحث تشبیه کردن خدا به مخلوق بود. انبیا اومدن که بگن که مخلوق چیز دیگری است و خالق چیز دیگری است، صفاتشون شبیه هم دیگه نیست، ذاتشون هم شبیه هم دیگه نیست، برای این اومدن. اما اینکه ما فطرتاً خداشناس هستیم، خداپرست هستیم، در فطرت ما هست، خداوند اینگونه قرار داده. عین اینکه یک سازنده یک شرکتی میاد، شرکت موبایل هست، شرکت خودروسازی است، شرکت به حساب هر چیزی که باشه، بالاخره این سازندش هست و میدونه چیگونه هست و چیگونه قرار داده و چیگونه باید استفاده بشه. شما مثلا تلفن همراهتون، قبلا این مثال رو زدیم، میگیم که خب باید سیگنال بدهد، آنتن بدهد، و اگه آنتن ندهد هیچی، باید ارتباط داشته باشه با مرکز. اینجاست که ما مخلوق خدا هستیم، ما خداشناس هستیم فطرتا، اما بالاخره محیط جامعه و گرایش هایی که بعد انسان پیدا میکنه سبب میشود که انسان یا بر این توحید فطرت بمونه یا اینکه دیگه نه، راه دیگر را انتخاب کند. بله بفرمایید. در این که خداوند را انسان انتخاب کند، آیا انبیا نقش دارن یا ندارن؟ یعنی حضرات انبیا عظام علیهم السلام، اینها برای معرفی کردن ذات رب العالمین و معرفی حضرت رب مخلوق که غیر از خدا را نگیرن اشتباه نشد، آیا اونها نقششون مؤثر هست یا نیست؟ 100%. بله، اونها انبیا برای چی اومدن؟ اومدن که خدای حقیقی را، معبود حقیقی را، اونگونه که هست بدون اون برداشت‌های بشری معرفی کنن. پس با این استدلال خداوند مخلوق به صفات رب العالمین ایمان آورده است، ولی صفات حق که بحثای گذشته هم گفتیم ما را یا مگه هیچ کسی را، چون صفات خدا عین ذات خداست، کسی را در اون در شناخت اون راهی نیست. این صفاتی که تجلی کرده است میتونیم بگیم به اندازه درک بشر، به اندازه که انسان‌ها بتوان مخلوق بتواند تحملش را داشته باشد، این در ظرف وجودی انبیا تجلی شده است تا مردم شناخت پیدا کردن. اگر تجلی نکند خب انبیا اومده باشند مردم را دعوت کنند، وقتی چیزی نباشد که مردم ببینند به چی ایمان بیاورند؟ حضرت ابراهیم علیه السلام که مظهر توحید است، وقتی اونجا از خدا میگه که چطور احیای مردها میشود، که شما قبلا معجزه را برش نقد میکنیم، کسی که از خدا معجزه بخواد، از انبیا معجزه میخواستن، اینها دچار نقص بودن و کمال برشون نیست و به نوعی برشون خورده میگرفته ای. آیا این با این گفتاری که خدمتتون عرض کردم، آیا تایید اراده بنده میشه یا نمیشه؟ شما میفرمایید که یک نبی باید صفات خدا درش تجلی کنه، هم بشه خالق، هم بشه رازق، هم بشه محیی، هم بشه ممیت، هم بشه عالم الغیب و شهاده، هم بشه سمیع بصیر که هیچ چیزی بر او پنهان نمیمونه، تا اینکه مردم به خدا ایمان بیاورن. این که شد خدا، نه، این به هیچ عنوان امکان نداره. پیامبران اومدن که
بگن که الله سبحانه و تعالی ذاتی است پاک مقدس شبیه و همتایی نداره، شبیه ما نیست، خدا را تشبیه نکنیم به بندگانمون، خود را شبیه خدا نکنیم، فقط او را بپرستیم، واسطه قرار ندیم، دین دین خداست، هرچی خدا حکم کند. این یک قضیه. بعد حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که تقاضای کرد که رب ارینی کیف تحیی الموتا، خدا به من نشون بده که تو چطور مردگان رو زنده میکنی، میخوام با چشمان خودم ببینم. قال اولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. پس وقتی که انسان با چشمان خودش میبینه، ارینی، موسی علیه السلام هم خواست که خدا رو ببینم، ما خدا فرمود که نتو نمیتونی، اما اینجا گفت که زنده مرده رو میتونم برات زنده کنم، نشونت میدم ای ابراهیم. خب گفت چه کار کن؟ پس در اینجا دقت کن، ابراهیم علیه السلام ایمان کامل داشتن. اولم تؤمن؟ قال بلا، من مؤمن هستم، ایمان دارم که تو میتونی، میخوام ببینم چطوری اینا زنده میشن، چطور زنده شدن. این که بحث خاص خودش بوده، ایمان کامل هم داشته، در این قضیه از خداوند درخواست کرده. مگه موسی علیه السلام وقتی که این درخواست خصوصی را کرد ایمان نداشت؟ ایمان داشت، اما درخواستی بود که قابل اجرا نبود. خدا فرمود که لن ترانی ولکن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. نمیشه خدا را در این جهان دید. بس انبیا به طور کلی فرمودید که تجلی صفات خداست، نه اینگونه نیست که شما میگید که هر صفاتی که خدا دارن دیگه بدادن به انبیا که انبیا این کارهای عجیب و غریب رو انجام بدن که دیگه بهش به خدا ایمان باورند.